اما یه بار داشتم ازش یه ویدیو ضبط میکردم که توی ویدیو اتفاق عجیبی افتاد. یکی از اونها روحشون اونجا بوده داشته نگاهشون میکرده. انگار سه تا پا داره، میبینین؟ اصلا توجه نمیکنن که یه چیزی پشت سر اون بچه داره نگاهش میکنه. نگاه کنین. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ اسم من کیوانه و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه جدیدترین ویدیوهای کوتاه ترسناک رو نگاه کنیم. فقط قبل از که بخوایم ویدیو رو نگاه کنیم، کسایی که کانال رو سابسکرایب نکردن لطفاً کانال رو سابسکرایب کنیم و زنگوله کنارش رو حتما فعال کنین. حالا بدون معطلی بریم سر وقت ویدیوها. ویدیو شماره یک. ویدیو شماره یک، یه خانواده رفته بودن از یه قلعه قدیمی دیدن کنن که اونجا یه تصویر خیلی عجیب رو ضبط میکنن. اگه دقت کنین، یه سایه مانن اول از در قلعه وارد میشه، بعدش دوتا کلاغ پرواز میکنن، اون کلاغ هم غیب میشن. اون لحظه که ویدیو رو ضبط کردن متوجه نشدن چه اتفاقی افتاده، بعدن متوجه شدن. ویدیوی شماره دو. ویدیوی شماره دو، چند تا جوان هستن که رفته بودن برای پیکنیک، بعد اینا یوتیوبر بودن، ویدیو ضبط میکردن که بذارن توی کانال یوتیوبشون. اونجا یه چیزی توی ویدیو افتاده که اینا خودشون بعدن توی ادیت متوجه شدن. دیدینش؟ یه چیزی شبیه به سایه داره از پشت سرشون راه میره، انگار داره میره داخل زمین. ویدیوی شماره 3. ویدیوی شماره 3، یه تصویر خیلی عجیبی از یه دونه شیء نشون میده که روی آسمون معلق وایساده. ببینید، تصویر رو براتون نگه میدارم، نگاه کنید. ستاره ماننده، معلومه یه شیء دیگه، یعنی نمیتونیم بگیم که ساختگیه یا اینکه ادیت شده. واقعا یه چیزی تو آسمون هست. نگاه کنید، اینجا زوم میکنه متوجه میشین که ویدیو ساختگی نیست. نگاه کنید، این نقطه کوچیکه و زوم میکنه، اون شی اونجاست. ویدیوی شماره 4 رو یه خانومی برای یه کانال ترسناک فرستاده و گفته که دختر بچه من یه دوست نامری داره که همیشه باهاش صحبت میکنه. منم اینو خیلی جدی نمیگیرم چون که خیلی از بچه ها هستن که اینطوری هستن. اما یه بار داشتم ازش یه ویدیو ضبط میکردم که توی ویدیو اتفاق عجیبی افتاد. کتابی که دست دختر بچه است رو دقت کنین دوستان، برای خودش ورق میخوره. حالا اگه دقت کنین به پشت سر اون دختر بچه، پشت اون دیوار یه چیزی شبیه به یه موجودی داره دختر بچه رو نگاه میکنه. صدای ویدیو رو نمیتونم براتون بذارم دوستان، کپی رایت داره، موزیک داره پخش میشه. اما پشت سرش رو نگاه کنین. ویدیوی شماره 5 هم دوستان شبیه ویدیوی قبلی هستش. یه خانمی یه ویدیویی برای یه کانال ترسناک فرستاده و گفته که بچه من یه دوست نامری داره که خیلی وقتا باهاش صحبت میکنه. اما این سری یه اتفاق عجیبی افتاد که باعث شد که بچه‌م بترسه. توی اتاق بچه‌م یه دوربین بیمی کامرا هست. رفتم اون ویدیو رو نگاه کردم ببینم چی ضبط کرده، که دیدم اتفاق خیلی عجیبی افتاده. الان دوستان با هم دیگه داریم نگاه میکنیم اون ویدیویی که ضبط کرده رو. میبینین؟ بچه داره با
یه نفر انگار صحبت میکنه. به صدای نویزی که بعد از باز شدن در میاد دقت کنین. یه صدای خرخر مانند میاد. بچه ترسید. توی دوربین صدایی که افتاده رو دقت کنین. یه نویز خیلی قوی هستش. ویدیوی شماره 6 دوستان، توی 19 سپتامبر 2017 یه زمین لرزه 7 ریشتری توی کشور مکزیک میاد و 369 نفر کشته میشن. کلی از ساختمونا و خونه ها خراب میشن که یکی از اون ساختمونا یه مدرسه پیشدبستانی بوده. کسایی که نزدیک اون مدرسه بودن خودشون رو به اون مدرسه میرسونن، اما صدایی از داخل مدرسه نمیومده. گروه نجات خودش رو به اونجا میرسونه و خبر از کشته شدن همه دانش آموزای داخل اون مدرسه میده. همه این اتفاقات که داشته میافتاده رو شبکه خبر به صورت زنده داشته توی تلویزیون پخش میکرده. بعد از پخش شدن این اخبار، مردم ویدیوهای عجیبی رو توی اینترنت آپلود میکردن که یه موجود عجیبی توی ویدیو ضبط شده بوده. الان با هم دیگه اونجا رو نگاه میکنیم. Tanto de la Cruz Roja como del Ejército Mexicano y del Plan Marina que están pues con los planos del edificio. دوستان اگه دقت کنین این گوشه نگاه کنین، هیچ تصویری نیست، یعنی هیچ چهره ای نیست، درسته؟ میبینین دوستان اونجا هیچ چیزی دیده نمیشه. توی اون شکاف، توی اون شکافی که افتاده اونجا هیچ صورتی دیده نمیشه. بعدش دقیقا همونجا رو نشون میده، یه صورت مانند داره نگاه میکنه. صورت هم اصلا شبیه صورت آدم نیست. کلن هیچ دانش آموزی توی اون مدرسه زنده نمونده بوده. چیزی که عجیبه اینه که اول اونجا هیچ تصویری نبود، بعدش دقیقاً بازم دوربین رفت همونجا، یه صورت مانند داره دیده میشه. مردم مکزیک معتقدن که اون دانش آموزایی که فوت کردن، یکی از اونها روحشون اونجا بوده داشته نگاهشون میکرده. ویدیو شماره 7 یه دختر بچه است توی پارکینگ. نگاه کنین به شکل خیلی عجیبی انگار یه چیزی محکم پرتش کرد زمین. خیلی بد خورد زمین. ویدیوی شماره 8 رو یه دوربین مدار بسته ضبط کرده که یه تصویر خیلی عجیبی افتاده داخلش. ساعت تقریبا 12 شبه. چند نفر شبیه به آدم میان از جلوی دوربین رد میشن، ولی تصویرشون اصلا توی دوربین نیفتاده. نگاه کنین.
اصلا پاهاشون یه جور عجیب غریب شبیه شتر میمونن. انگار سه تا پا داره، میبینین؟ یه پای وسط میذاره زمین، بعد اون دوتا پاش میان. ویدیو شماره 9 دوستان یه ماجراجویی هستش. این ویدیو طولانی بود، من فقط اون قسمتش که یه تصویر خیلی جالب افتاده بود رو براتون انتخاب کردم که نگاه کنین. اگه دقت کنین به گوشیشون یه دستگاهی رو وصل کردن. Cos'è quella porca roba? Vacca, porca vacca, 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 porca vacca. Là. Dove? Là, quella porta. Lì, 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 lì. Ma qualcuno qua? È uscito sì. E è rientrato. Quella porta lì. اون دستگاهی که وصل کردم به گوششون باعث میشه که این تصویر حرارتی ضبط بشه. نگاه کنین، یه چیزی از در اون خونه اومد بیرون. میبینین این ور اونور داره میره، اون چیزی که از در خونه اومد بیرون. قبل از اینکه این ویدیو رو ضبط کنن ارتباط گرفتن، یه صدایی گفتش که من داخل این خونه هستم. دیگه من نخواستم ویدیو طولانی بشه، این قسمتش فقط براتون گذاشتم. ویدیو شماره 10. متوجه شدین چی شد دوستان؟ بچه داشت بازی میکرد، یه دفعه یه چیزی رو دید ترسید. نگاه کنین، قشنگ یه چیزی رو دید ترسید، شوکه شد، نگاه کرد بهش، انداخت وسایلش زمین، فرار کرد. همون لحظه که فرار کرد اون اسباب بازیش که شبیه اسبه اونم تکون خورد. میبینین اسباب بازی هم تکون خورد. ویدیو شماره 11 از دوربین مدار بسته هستش دوستان. این خونه یه خونه قدیمی بوده که زیرزمینش همیشه اتفاقای عجیب غریب داخلش می افتاده. بعدش متوجه میشن که دوربینای مدار بسته یه تصویر جالبی رو ضبط کردن از اون زیرزمین. اگه دقت کنین یه چیزی شبیه به جن قشنگ از بالا میاد میره داخل اون زیرزمین. ویدیوی شماره 12 از یه خونه خیلی قدیمی هستش دوستان. یه آقایی تو اون خونه زندگی میکرده، یه آقا پسری داشته با دوست دخترش چت میکرده. بعد به دوست دخترش میگفته که عزیزم تنها هم اینا، من توی خونه دلتنگتم فلان بسار. دوربین جلوی گوشی رو روشن میکنه، میگه نگاه کن تو اتاقم هم تنها. میفرسته واسه دوست دخترش این ویدیو رو. دوست دخترش ویدیو رو نگاه میکنه، میگه تنها نیستی، یکی داره نگاه میکنه از پشت در. میگه نه من تنها هم. میگه حالا ویدیو رو خودت یه بار دیگه نگاه کن. پسر ویدیو رو که نگاه میکنه متوجه میشه واقعا یه چیزی داره اونجا نگاش میکنه، سرک میکشه. میبینین؟ از این ماجرا چند روز میگذره که پسر داشته از یه سریال و فیلمی که نگاه میکرده یه ویدیو میگرفته که بفرسته واسه یکی از دوستاش. بعدم بازم متوجه میشه که پشت پرده، نگاه کنین پشت پرده، یه چیزی شبیه به صورت داره بازم نگاش میکنه. از انباری این خونه قدیمی همیشه صدای عجیب غریب هم می اومده. بعد از این اتفاقایی که برای این پسر می افته، پسر تصمیم می گیره بره انباری ببینه توی انباری چجوریه، چه شکلی این خونه قدیمی. خونه فکر کنم از پدر بزرگ یا مادر بزرگش بهش رسیده. ببینین خیلی قدیمیه خونه. کلید پریزاشو نگاه کنین چقدر قدیمیه. چراغو روشن میکنه، شروع میکنه فیلم میگیره، عکس میگیره از انباری. نگاه کنین اینا عکسایی که از اون انباری گرفته.
تو این عکس دقت کنی باز هم یه صورت هست که داره این پسر رو نگاه میکنه، اما این سری خیلی واضح تره. ویدیوی شماره 13 دوستان توی جنگل گرفته شده. یه شخصی توی جنگل بوده، صدای عجیب غریب میشنیده. دوربین در میاره، از این ور اون ور ویدیو ضبط میکنه. میبینینش؟ یه تصویر تاری داره حرکت میکنه. نگاه کنین. خیلی جالبه این تصویر. قشنگ داره بین درخت‌ها حرکت میکنه، ولی دوربین نمیتونه ضبطش کنه. ویدیوی شماره 14 دو تا پسر بچه جوان بودن که نصف شب بیرون بودن. یکی از اینا تحت فشار بوده، رفته اون پشت خودش رو خالی کنه. اون یکی رفیقش میاد اذیتش کنه، ازش ویدیو ضبط کنه. نگاه کنین، میاد میگه چی کار میکنی فلان. نه، میگه چی کار دارم میکنم، دستشویی میکنم. اصلا توجه نمیکنن که یه چیزی پشت سر اون بچه داره نگاهش میکنه. نگاه کنین، چقدر صورت ترسناکی داره اونی که داره نگاهش میکنه. میبینین؟ خب دوستان، با هم دیگه ویدیوها رو نگاه کردیم. یادتون نره که نظرات خودتون رو در مورد این ویدیوها برای من بنویسین و خواهشن این ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش حتما فعال کنین. و اگه دوست داشتین پیج اینستاگرام منو که این گوشه میاد رو هم فالو داشته باشین. امیدوارم هر جا که هستین شاد و سلامت و پیروز باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.